امروز 15 همه آگوست اولین سالگرد سقوط دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در یک کودتا است. طالبان در حالی امروز را جشن گرفته که به اذعان کارشناسان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان این کشور در یک سال اخیر پس رفت داشته و به سمت پرتگاه سقوط و به سمت پرتگاه سقوط حرکت می کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به اولین سالگرد قدرتیابی طالبان پرداخت اما تلاش کرد رویکرد طالبان فعلی را مسالمت ها میستر از طالبان 20 سال پیش معرفی کند این در حالی است که طبق آمار رسمی موجود جنایت های مرتکب شده توسط نیروهای طالبان در یک سال اخیر در شهرها و نقاط مختلف افغانستان به خصوص علیه شیعیان به شدت زیاد بوده است از قتل و کشتار شیعیان در شهرهای مختلف تا انجام عملیاتهای انتحاری در اماکن مختلف و حتی علیه مراکز آموزشی گرفته همه و همه تنها بخش کوچکی از این ها بوده است اما در زمینه آزادی فعالیت و حتی تحصیل دختران و زنان هم طالبان کارنامه سیاه داشته است طبق آمار رسمی اعلام شده توسط سازمان ملل در یک سال اخیر بیش از سه میلیون شهروند افغانستانی آواره شدند. از این تعداد نزدیک یک میلیون نفر به ایران و یک میلیون نفر به پاکستان کوچ کردند. تعداد قابل توجهی از شهروندان افغانستان نیز راهی اروپا یا دیگر کشورهای جهان شدند تا از دست طالبان بگریزند. اما سازمان بهداشت جهانی هم در یک سال اخیر چندین گزارش درباره وضعیت غذایی در این کشور صادر کرده و اعلام نموده که بیش از دو میلیون کودک افغانستانی دارای مشکلات سوء غذایی هستند علی اکبری اخبار شیعه